واقعیت افزوده در صنعت مد. ممکن است این لباس‌ها به نظر معمولی برسند، اما به کمک یک گوشی هوشمند می‌توان روی پنهان آنها را به شکل یک انیمیشن سه‌بعدی نمایان کرد. یک شرکت کوچک در اوکراین به نام فینچ با همکاری یک شرکت فناوری اطلاعات، مجموعی از پوشاک نیمه دیجیتال طراحی کرده است. ظاهر این پوشاک به کمک واقعیت افزوده تغییر می‌کند. این شرکت ایده واقعیت افزوده پوشیدنی را در سال 2019 میلادی به کار گرفت و پارسال تعدادی کمی از این نوع پوشاک را تولید کرد. حالا این ایده به مجموعی از لباس‌های دیجیتالی تبدیل شده که در هفته مد اوکراین به نمایش درآمده است. در این مجموعه 7 طرح متفاوت از هنرمندان معاصر اوکراین و هنرمندان خارجی دیگر استفاده شده است. ایده اصلی اینه که به کمک واقعیت افزوده طراح میتونه فراتر از ویژگی‌های فیزیکی پارچه و لباس مدل خلق کنه. مدلی که تو دنیای واقعی وجود نداره ولی در واقعیت مجازی به شکل سه‌بعدی دیده میشه. اینطوری پوشاک پویاتر میشه. طراح میتونه پیام خاصی رو منتقل کنه و ما هم میتونیم لباسامون رو متنوع‌تر کنیم. بعد از اسکن کد QR چاپ شده، واقعیت مجازی از راه یک فیلتر در اپلیکیشن اینستاگرام فعال می‌شود. طراح این فناوری معتقد است امروزه مردم به ظاهر خود در دنیای مجازی بیشتر از زندگی واقعی اهمیت می‌دهند. به گفته این شرکت، این طرح‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و یا بازاریابی استفاده شوند. برخلاف پوشاک معمولی، لباس واقعیت افزوده با شما تعامل ایجاد میکنه. امروز ما بیشتر از طریق ابزار دیجیتالی ارتباط برقرار میکنیم. به همین دلیل مهارت‌های ارتباطی معمول ما داره کنار میره. برای مثال تماس چشمی برقرار کردن کم کم داره سخت میشه. این مدل لباس میتونه برای شما مناسب تر باشه. میرین پیش دوستتون و میگین کد QR رو اسکن کنه و ببین چه شکلیه. این شما دو نفر رو وارد یه گفتگو میکنه و تعامل ایجاد میشه. اینجوری محدودیت برداشته میشه. به گفته طراحان پوشاک واقعیت مجازی، این مجموعه میتواند از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری کند. از آنجایی که هر لباس چند طرح متفاوت را ارائه میکند، در تعداد پوشاک مصرفی صرفه‌جویی میشود. قیمت هر یک از این لباس ها 70 تا نزدیک به 180 دلار است. این مجموعه قرار است در نمایشگاه اکسپو 2020 در دبی به نمایش گذاشته شود. این نمایشگاه که مرکز ارائه اختراعات علوم و هنر بین‌المللی است، به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود.